چند پیش اعضای شورای ولایتی ننگرهار گفته بودند که رادیو صدای خلافت روی موج 90 اف ام از جای نامعلوم نشرات دارد و بر بنیاد گزارش ها رهبری این رادیو به دست داعش است و وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز دریافته است که فرکانسی رادیو صدای خلافت از پاکستان پخش می شود. از سوی هم مقامات افغان اعلام کردند نشرات آن را قطع کردند، اما مسئولان دفتر نی می گویند بر بنیاد اطلاعات تازهشان این رادیو هنوز هم روی آنتن است و نشرات دارد. با وجود اینکه مسئولان دولتی ادعا دارند که جلو نشرات این رادیو گرفته شده و متوقف است، اما ما معلوماتی در دست داریم که کماکان این رادیو روی آنتن است و به فعالیت نشراتی خودش ادامه می دهد. آنچه مهم است این است که از امواج این رادیو خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در شرق کشور تهدید شدند. همزمان با این نهی اعلام کرده است متوقف ساختن این رادیو از لحاظ تکنیکی کار ساده ای است، اما اینکه چرا حکومت به این موضوع اقدام نمی کند هنوز هم روشن نیست. ادامه نشرات رادیو صدای خلافت در ولایت ننگرهار است که همه روزه متاسفانه خبرنگاران و همکاران ما را در حوزه شرق افغانستان تهدید می کنند. گفتنیز گروه داعش فعالیت گسترده را در شرق کشور آغاز کرده و در ولسوالی های اچین و پیچراگام و ولایت ننگرهار حضور فیزیکی دارند. داعش در حال به جلب و جذب جوانان در ننگرهار پرداخته است که جان کمبل فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به تازگی گفته است که داعش در تلاش است تا در ننگرهار برای خود یک مرکز بزرگ در سطح منطقه بسازد.